نزدیک به 8 سال از حمله ارتش عربستان سعودی و همپیمانانش به کشور یمن می گذرد. در این مدت میلیون ها یمنی کشته، زخمی و آواره شدند و صدها هزار خانه، مدرسه، بیمارستان، پل و دیگر زیرساخت های این کشور مورد حمله قرار گرفت و نابود شد. حدود 2 ماه پیش آتش بسی میان طرفین درگیر در یمن آغاز شد و امید می رفت که این آتش بس تمدید شود، اما گویا به دلایل مختلف زمینه تمدید آن فراهم نشده و احتمالاً درگیری ها دوباره آغاز شود. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. به دنبال تمدید نشدن مجدد توافقنامه آتش بس در یمن، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به این مسئله ابراز ناامیدی و تأسف کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان در نیویورک گفت: ناامید کننده است که می‌بینیم دو طرف بر سر پیشنهادهای جدید برای تمدید آتش بس توافق نکردند. وی افزود: علی‌رغم تمدید نشدن آتش بس، اما مذاکرات همچنان ادامه دارد. و هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، به بررسی گزینه‌هایی که برای هر دو طرف قابل قبول است ادامه می‌دهد. دوجاریک در ادامه تأکید کرد غیر نظامیان در یمن مستقیما از آتش بس بهره بردند، زیرا فعالیت های نظامی از جمله حملات هوایی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حملات فرامرزی انجام شده توسط جنبش انصارالله متوقف شدند و تعداد تلفات غیر نظامیان به میزانی قابل توجهی کاهش یافت. وی همچنین از دو طرف خواست آرامش خود را حفظ کنند. از هر گونه تحریک یا اقداماتی که ممکن است منجر به تشدید خشونت شود خودداری کنند، با یکدیگر تعامل کرده و بر تکمیل مذاکرات تمرکز کنند. دوجاریک همچنین تصریح کرد: علی‌رغم ناامیدی سازمان ملل از وضعیت موجود، اما ما معتقد هستیم که این پایان راه نیست و همچنان زمان برای توافق دو طرف بر سر تداوم آتش بس وجود دارد. مائده خاموش، اخبار شیعه.